سلام میکنم خدمت همگی شما عزیزان و خیلی خوشحال هستم و افتخار بخشیدن که مرا اینجا دعوت کردین تا امروز ما اینجا باشم و از کلام خداوند صحبت بکنم و صحبت کنم که خداوند از کجا ما رو پیدا کرد و ما از کجا شروع کردم و بعدش هم از اعمال رسولان فصل اول میخوانیم. به خاطر که فعلا در بین قیام عیسی و پنتیکاست هستیم و در زمان هستیم که عیسی مسیح میگه که زمانی که شما از روح خداوند پر بشید قدرت خواهید یافت قدرت خواهید یافت تا ما و شما اینجا رو مثال میدیم تا هامبورگ و آلمان اروپا و تا دور افتاده ترین جاهایی که این دنیا ما و شما بتوانیم کلام خدا رو برسانیم و عزیزان نام من قربان هست قربان سلطانی و ما عروسی کردم و خیلی وقت عروسی کردیم تقریبا ما 15 ساله بودم و خانمم 16 ساله بودن که عروسی کردیم و ما سمره ازدواج ما سه فرزند هست که ما سه تا دختر داریم دختر بزرگ ما 17 ساله هستند دختر دوم ما نو ساله هستن و دختر سوم ما دو و نیم ساله هستن میشن سه ساله چند وقت بعد و چهارمیش هم براه و و این بار البته ما خیلی دوست داشتیم که یک پسر داشته باشیم و خداوند امو آرزوی ما را میدانه و خداوند این بار برای ما یک فرزند عطا کرده و فرزند پسر و خدا را شکر هستیم برای ما خیلی البته ما خیلی امیدوار بودیم واقعا امیدوار بودیم و خداوند این کار را کرد برای ما و خیلی شادی کردیم از همه بیشتر من به خاطر که امو رأی ما یک کم میره بالاتر و ما دو نفر میشیم در مقابل چهار نفر و واقعا خیلی خوشحال هستیم از این بابت متاسفانه خانم من به خاطر امروز کمی حالش خوب نبودن نتونستن بیان و سلام زیاد رساندن و کلیسای ما سلام رساندن ما در شهر التونا در کلیسای مسیح التونا هستم به عنوان پاستور و یا کشیش از سال 2021 نوامبر اونجا ما شروع کردم و اما سفر ما بر می گرده به هندوستان و ما در 2007 رفتم هندوستان و 2008 تعمید گرفتم و چیزی که باعث شد من تعمید بگیرم واقعا کلام خداوند بود و البته تشویق عزیزان ایمانداران اما واقعا کلام خداوند کمک کرد تا من بشناسم ایسای مسیح را و نجات ما را و همون ضرورت ما را به این نجات چرا ما به این نجات ضرورت داریم و واقعا عهد قدیم و عهد جدید با هم منو کمک کردن تا من بتونم ایمان بیارم به عیسی مسیح به خاطر که مسلمان ها خیلی برایشون سخت وقتی عیسی میگه من خداوند هستم و به خاطر که من یک مسلمان بودم و برای ما واقعا خیلی جالب بود خیلی 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 زیاد جالب بود و جالب از آن این بود که ما کلام خدا را به زبان فارسی به زبان دری به زبان خود ما میتونیم بخونیم و توراتی که ما درباره شنیده بودیم ما تانستم که به زبان خودم بخونم و بدانم که واو خداوند چطوری دنیا را خلق کرد و خداوند همین مسیر نجات را برای ما و شما چطور درست کرد تا ما و شما نجات پیدا بکنیم و اینا همهش واقعا کمک کرد و بعد ما شروع کردم وقتی که من تعمید گرفتم شروع کردم از اونجا گفتم خداوند این نجات را که تو برای من دادی ما ایرا برای دیگران شریک میسازم و دوست دارم تو را خدمت بکنم و خادم تو باشم و از همونجا پاستور برای من یک جایی برای ترنینگ پیدا کردن که ما تقریبا دو سال در اونجا سمینارهای متفاوت مختلف اونجا رفتم و از کلام خداوند یاد گرفتم از خیلی جاهای ابتدایی مثلا ما یاد گرفتیم که چطور دعا بکنیم چطور کلام خدا را بخوانیم چطور بتانیم با دیگران شریک بسازیم و بعد چطوری بتانیم که کلام خدا با هم مطالعه بکنیم و حتی یاد گرفتیم که چطوری مثلا جایی که بودیم باید خود ما غذا درست میکردیم باید مثلا توالت و این چیزها رو پاکاری میکردیم همه این چیزها رو اونجا ما یاد گرفتیم از خیلی ابتدا و ما کلیسا رو جارو میکردیم و واقعا یک خیلی کلیسای ساده کوچک. اما خیلی چیزها رو از اونجا یاد گرفتیم از سختی های هندوستان من شش سال تقریبا هندوستان بودم و خیلی سخت بود اما خیلی چیزها رو اونجا ما یاد گرفتیم از خداوند و از اون مسیری که خداوند ما رو در اونجا قرار داده بود و بعد 2013 من برگشتم دوباره افغانستان در کل این مدت ما تنها بودم و خانم در افغانستان بودن و وقتی برگشتم دختر اول ما شش ساله شده بودن و واقعا خیلی خیلی سخت بود برای خانم برای فامیل و بعد دوباره یک چند مدت در افغانستان بودم و بعدش رفتم ایران و تقریبا یک سال و هشت ما, ما در ایران بودم و اونجا یک کار جدید را اونجا یاد گرفتیم کار ساختمانی و سنگ کاشی و سرامک و همه این چیزها را یاد گرفتیم و یک کم لحجه فارسی ایرانی را اونجا یاد گرفتم و واقعا خیلی زمان سختی بود در ایران واقعا خیلی سخت بود بدون مدرک و کار خیلی سنگین واقعا خیلی خیلی کار سنگین بود و ما خیلی زیاد کار میکردیم و چیزی که برای من خیلی سخت بود در افغانستان من تقریبا نه ماه بعد وقتی که از هندوستان رفتم نه ماه در افغانستان و بعد یک سال و هشت ماه در ایران واقعا چیزی که مرا خیلی زیاد از همه بیشتر رنج میداد این بود که روزای یکشنبه ما یا کار میکردم و یا اینکه مثلا کلیسایی نبود که من در آنجا برم و عبادت کنم و من تنها سه دانه سرود داشتم در گوشیم یا در موبایلم به زبان انگلیسی و به خاطر که در کشورهای ما و شما موبایل تنها مال خود شخص نیست از دوستا می و همه چیزایی که در داخل موبایل هست اونا رو نگاه میکنن و این سه تا سرود رو اونا به خاطر زبان انگلیسی بود نمیفهمیدن احساس میکردن که نام همین خواندنایی هست که مثلا سکولار یا دنیایی هست و ما وقتی که دلم خیلی مشکست خصوصا روزای یکشنبه می رفتم در همون پشت بام ساختمانی که ما کار می کردیم می رفتم اونجا و می خداوندا ما نمیفهمم چرا اینجا هستم چه کار میکنم من در ساختمان کار میکنم من کاشی و سرامیک و, و سنگ و اینا خوب هست اما من چرا اینجا هستم من میخواستم تو رو خدمت بکنم لطفا راه را باز بکن تا در جایی برسم که آزادانه ایمان خود را زندگی بکنم و بتونم تو را خدمت بکنم و بعد خانم مرکل در 2015 گفتن که ویر است ما میتونیم و همون زمانی بود که من آمدم سمت آلمان 2015 در ماه سپتامبر من ما آمدم آلمان و از همونجا بازم شروع کردم در خدمت من وارد کلیسای آلمانی شدم و روز یک شنبه که وارد شدم بعد از ظهر من شروع کردم اونجا در خدمت و مثل این بود که ما مثلا دوباره به خانه برگشتم و دوباره احساس راحتی دوباره مثل اینکه که میگن که آهویی که دنبال آب هست و واقعا آب رو پیدا نمیکنه و یک باری وقتی پیدا میکنه اون نفس عمیق اون دوباره اون تازگی که احساس میکنی واقعا مثل که خانه دوباره پیش خواهر برادران پیش ایمانداران دوباره کلام خداوند دوباره سرود دوباره عبادت و خدمت واقعا خداوند از آنجا دوباره کمک کرد تا ما بتانم یک آسپلدونگ الهیات را انجام بدم و برای من خیلی سخت بود و زبان آلمانی من از 2016 دوباره شروع کردم برای آسپلدونگ الهیات و کنارش من یک آسپلدونگ میکانیکی را هم خواندم و واقعا خیلی سخت بود به خاطر که فامیلم آمدن اونا 2017 آمدن و بچه ها بعد کار کلیسا دو تا آسپلدونگ واقعا خیلی سخت بود اما کلیسا خیلی زیاد کمک کردن تا من بتانم واقعا که یعنی به انجام برسانم ختم کنم و واقعا خداوند کمک کرد و بعد از او هم وقتی تمام شد من تانستم که در آلتانا بیایم و وقتی که آس من تمام شد من دوباره در رشته میکانیکی شروع به کار کردم اما همیشه از منتورم یا همون استاد ما همیشه میپرسیدم میگفتم توماس من میخوایم خدا رو خدمت کنم اینجا ما چرا ماشینا یا همین موتر میگیم ما در افغانستان اینا رو ما چرا درست میکنم من برای این نیستم که پیچ تایید کنم یا پیچا رو سیفت کنم بلکه میخوایم که خدمت بکنم و اما اونا میگفتن که صبر کن صبر کن و خداوند مهیا خواهد کرد خداوند در و باز خواهد کرد تا اینکه بیست و یک کلیسای آلتونا اونا دنبال یک کسی بودن تا بتانه که کلیسا رو رهبری بکنه و اونا مرا دریافتن و من گفتم که اوکی اگر خواست خدا باشه من اینجا شروع میکنم و وقتی که اونا همین بخش رایدهی و همه این چیزها رو انجام دادن و اونا رای دادن برای من و کلیسای آلمانی و فارسی زبان رای دادن و وقتی که من رای را دیدم و بعد اول می گفتند که شاید 80 درصد شما بتانید اینجا مصرف باشین و بعد وقتی بعد از رأی شد گفتن نه 100 درصد بهتره 100 فیصد اینجا مشغول باشید و همه اینها نشان دهنده این بود که خداوند میخواست که من بیایم و اونجا شروع به خدمت کنم و بعد تقریبا یک و نیم سال هست اونجا و حالا که در حضور شما عزیزان اینجا هستم و بازم تشکر که از من دعوت کردین خداوند به شما برکت بده و عزیزان امروز ما دوست دارم که از اعمال رسولان فصل اول همراه شما عزیزان صحبت بکنم و اینجا لقا می نویسن با هم می خانم. تیوفلوس عزیزم من در اولین رساله خود درباره تمام اعمال و تعالیم عیسی از ابتدا تا روزی که به وسیله روح القدس اوامر لازم را بر رسولان برگزیده خود داد و به آسمان برده شد به تو نوشتم او پس از مرگ با دلایل بسیار خود را به این کسان زنده نشان داد و مدت چهل روز بارها به ایشان ظاهر شد و درباره پادشاهی خدا با آنها صحبت کرد وقتی او هنوز در بین آنها بود به ایشان گفت اورشلیم را ترک نکنید بلکه در انتظار آن وعده پدر که در خصوص آن به شما گفته بودم باشد یحیا با آب تعمید میداد اما بعد از چند روز شما با روح القدس تعمید خواهید گرفت پس هنگامی که همه دور هم جمع بودند از او پرسیدند خداوندا آیا وقتی آن رسیده است که تو بار دیگر سلطنت را به اسرائیل بازگردانی عیسی جواب داد برای شما لزومی ندارد که تاریخ و زمانهایی را که پدر در اختیار خود نگه داشته است بدانید اما وقتی روح القدس بر شما نازل شود قدرت خواهید یافت و در اورشلیم و تمام یهودیه و سامره و تا دور افتاده ترین نقاط دنیا شاهدان من خواهد بود همین که عیسی این را گفت در حالی که همه می دیدند بالا برده شد و ابری او را از نظر ایشان ناپدید ساخت هنگامی که او می رفت و چشمان آنها هنوز به آسمان دوخته شده بود دو مرد سفید پوش در کنار آنها ایستادند و پرسیدند ای مردان جلیلی چرا اینجا ایستاده اید و به آسمان می بینید؟ همین ایسا که از پیش شما به با آسمان بالا برده شد همانطور که بالا رفت و شما دیدید دوباره به همین طریق باز خواهد گشت آمین دعا میکنیم عزیزان پدر آسمانی تو را سپاسگزار هستیم تو را شکر میکنیم به خاطر کلام مقدست و به خاطر این آزادی که ما در تو داریم امروز اینجای خداوند و آزادانه از کلام مقدس تو میشنویم و خداوند اینجا با هم جمع شدیم تا تو را عبادت بکنیم خداوند گوش های ما را لمس کن و چشمان ما را باز کن و قلب های ما را خداوند آماده کن تا صدای شیرین تو را بشنویم و بپذیریم ای خداوند خداوندا بگذار که روح مقدس تو در ما کار بکنه و روح تو ای خداوند ما رو رهبری بکنه خداوندا به من کمک کن تا راجع و کلام تو صحبت بکنم ای خداوند و مرا را نیز رهبری کن جلال بر نام مقدس تو باد تا ابد الاباد آمین آمین اعمال رسولان و یا میتونیم بگوییم که لقای دو و یا میتونیم بگوییم که اعمال روح القدس که توسط رسولان توسط شاگردان عیسی مسیح انجام میرسد و یا میتونیم بگوییم که قصه عیسی مسیح بخش دو به خاطر که عیسی مسیح امان انجیل ایسای مسیح با لقا تمام نمیشه بلکه ادامه پیدا میکنه کار ایسای مسیح ادامه پیدا میکنه و از اونجا کلیسا شروع میشه رشد ایمانداران شروع میشه و ایمانداران کاملا کاملا 180 درجه اونا تغییر میکنن 180 درجه و اینجا وقتی میبینیم لوقا برای تیوفلوس یک افسر رومی مینویسه و اونجا میگه که در انجیل اول ما راجع به تولد ایسا، زندگی ایسا و کارهای ایسا، مرگ ایسا و برخواستن ایسا برای شما کاملا طبق تاریخ نوشتم. و اما حالا کار عیسی مسیح تمام نشده بلکه کار عیسی مسیح ادامه پیدا میکنه و بعد میبینیم که لوقا میگه که بعد از مرگ عیسی مسیح بعد از برخواست عیسی مسیح عیسی مسیح با دلایل های بسیار خود را به شاگردان نشان میده و درباره پادشاهی خداوند با آنها صحبت میکنه و بعد میبینیم که در حضور خیلی از ایمانداران 120 نفر و اگر اول قرنتیان را بخوانیم اونجا میگه که حتی 500 نفر عیسی مسیح را دیدن و شاهد بودن شاهد زنده شدن عیسی مسیح شاهد زندگی عیسی مسیح شاهد کارهای عیسی مسیح موجزه عیسی مسیح و میگه که الان اونا زنده هستن میتونین از اونا برن بپرسین اونا رو ازشان بگوین که بله عیسی مسیح چی کارها رو انجام دادن تا اونا بتانن برای شما بگن اما اونا رو ما متاسفانه امروز با خود نداریم امروز اما ما شما عزیزان را با خود داریم ما کسانی که ایسای مسیح را شخصا در قلب ما تجربه میکنیم و کارهای ایسای مسیح رو تجربه میکنیم و خواهر برادرایی که در بین ما هستن میتونیم از اونا بپرسیم و اونا از این طریق ما رو بتونن تشویق بکنن راجع به ایسای مسیح و بعد ایسای مسیح به اونا میگه که اورشلیم رو ترک نکنید اینا رو البته قبل از مرگش برای شاگردان گفته بودن که منتظر باشین تا وعده پدر را شما دریافت بکنین. و بعد میبینیم وقتی فصل دو رو ما و شما بخونیم اونجا واقعا اونا دریافت کردن و اینجا میبینیم که همون وعده هایی که عیسی مسیح داده بود اونا به انجام میرسند. و اونا روح خداوند را رو دریافت کردن و اونا به یک اشخاص تبدیل شدن که شجاع بودن شجاعت عزیزان شاید باید داشته باشین وقتی عیسی مسیح رو میبرد برای صلیب که مصلوب کنن شاگردان همه فراری بودن همه رفتن و پتروس که خیلی مثلا جرأت کرده بود بره امرای عیسی مسیح بعدا وقتی از اونا هم پرسیدن اونا گفتن ها کدوم عیسی مسیح کدام؟ من نمیشناسم اونا را راجع به چی شما صحبت میکنین ما اونا را اصلا نمیشناسم این کار کردن و همینطوری وقتی پیش بریم میبینیم زندگی پولس رسول را. پولس رسول کسی که برخلاف کلیسا بود میخواست کلیسا رو نابود بکنه از بین ببره و وقتی عیسی را ملاقات میکنه اونها کاملا تغییر میکنه اونا به یک کسی تبدیل میشه که آتش مثل آتش برای خداوند همون شخصیت آتشینی پولس رسول را خداوند ازش کار میگیره تا برای رشد انجیل و می بینیم که چقدر اونا سفرهای بشارتی داشتن تا انجیل را به دورترین نقطه دنیا برسانه و توماسی که توماسی که میگفت تا تو من ایسای مسیح را نبینم و دست خود را در جاهای امون سراخهای میخی که ایسای مسیح و ایسای مسیح تا اون, اون هایی که در دست و پایش هست و من اونا رو نبینم و یا در بغل عیسی مسیح من ایمان نمیارم. و بعد عیسی میگه بیا ببین بعد وقتی که دوباره میآید داخل میگه بیا بیا نگاه کن. و بعد توماس ایمان میاره و توماس در کرلا یک یک بخش هندوستان هست. در سمت جنوب هندوستان اونجا کلیساهایی که اونجا بنا شده توماس اولین مبشر بودن که رفتن در اونجا در هندوستان و بشارت دادن و کار خود را از عرفه ترکیه شروع میکنه و میبینیم عزیزان که این قدرت ایسا این توانایی عیسی، این، این, این این زندگی جدید در عیسی اون بخشش روح القدس زندگی ما و شما رو کاملا تغییر میده شاگردا تغییر کردن ماهیگیرانی که تنها ماهیگیر ساده بودند. پتروس در روز پنتیکاست سه هزار نفر برای اولین بار اونا موعظه میکنن و به عیسی مسیح اونا ایمان میارن و اونجا میبینیم وقتی بخونیم اونا از جاهای خیلی مختلف دنیا آمده بودن برای اون روز پنتکاست برای اید پنتیکاست و خداوند از اون روز استفاده میکنه تا به خیلی جاها براسانه پیام انجیل را و واقعا نگاه میکنیم که خداوند چقدر چقدر از انسانهای ساده از انسان‌های کوچک، از انسان‌هایی که مردم دنیا میگن اینا رو نگاه کن این دیگه کیه؟ از اونها استفاده میکنه. عزیزان می‌خواهیم یک گوشه‌ای از زندگی خود رو بگویم. من، وقتی مدرسه می‌رفتم، یک شاگرد کاملاً، ما به افغانستان می‌گیم توتول یعنی همیشه فرار می‌کردم از مدرسه و امو، اتاق درسی ما سمت آخرش یک پنجره داشت که کم پایین تر بود و وقتی که معلم ها نبودم من از اونجا فرار میکردم میرفتم و اصلا حاصله درس، حاصله مثلا یادگیری واقعا وجود نداشت به من و امتحان را که من یعنی کامیاب میشدم به خاطر این بود که معلم از دوستای ما بودن، از فامیلا بودن و اونا رو میگفتم که سعی کنین دیگه وقت امتحان بعد از امتحان مرا کامیاب بکنین به خاطر که شرم است میگفتم شرم است اما اون وقتی شرم نبود که من فرار میکردم از مدرسه و بعد زندگی من کاملا واقعا جرأت ای را نداشتم که برم و در یک جای صحبت بکنم و خیلی کارها رو شروع میکردم و نمیرساندم به آخر و خیلی زیاد ما البته در ایران میگن شیطون و در افغانستان ما میگیم که خیلی شوخ بودم، ما خیلی شوخ بودم. و کلا همو منطقه ما یا جایی که ما بودیم کلا خیلی از دست ما به فغان بودن میگفتن این چی پسر بود که شما به دنیا آوردین و ما تک پسر بودم به خاطر اون واقعا خیلی اذیت و آزار بودن از دست ما و احساس نمیکنم یک کسی مثلا پیش خودش فکر کرده باشه که من زندگیم تغییر میکنم شاید همه میگفتن که این کاملا میتونه که درد سر برای خودش و برای بقیه باشه و اما خداوند تغییر میده من امروز که اینجا خداوند لایق دانسته که من در پیش روی شما استاد شوم و از کلام خداوند صحبت بکنم ای فیض خداوند است این همه کارهای ایسایی مسیح هست و هیچ کسی دیگه ای نیست و این کار را تنها ایسایی مسیح میتونه در زندگی ما انجام بده تا زندگی ما را تغییر بده تا افکار ما را کردار ما را تغییر بده و وقتی من در آلمان آمدم من در اینجا دو تا آس را تانستم انجام بدم و این کار خداوند بود و وقتی که من در هندوستان بودم تانستم که سمینارها را برم و از الهیات یاد بگیرم و این کار خداوند بود و بدون این که برم کورس من هندی را یاد گرفتم انگلیسی را یاد گرفتم و اینجا آلمانی را یاد گرفتم البته آلمانی را باید یک سال تقریبا کورس می رفتم به خاطر که خیلی سخت بود اما اینا همه کار خداوند بود واقعا کار خداوند هست واقعا خداوند در زندگی ما کار میکنه خداوند زندگی ما رو تغییر میده فقط عزیزان ما باید از خداوند بخواهیم تا خداوند بیاید در زندگی ما و شما و وقتی اینجا نگاه بکنیم خیلی ها وقتی عیسی مسیح دوباره زنده شده بودند و گفتن واو مسیح های ما دیگه حالا زنده شده پس بیاین پرسان کنیم بپرسیم از ایسای مسیح خب ایسای مسیح شما قبلا گفته بودین که شما پادشاهی خود را شروع میکنین و شما حالا دوباره زنده شدین این دیگه ما غمگین نیستیم چون خیلی ها غمگین بودن پنهان شده بودن درها رو بسته بودن که ایسای مسیح رفت مسیح ها رفت دیگه شاید شاید ما امید ما شاید غلط بوده باشه شاید ما درست نفهمیده باشیم که این عیسی مسیح واقعا مسیح های حقیقی هست و بعد وقتی نگاه بکنیم هنوز اونا نفهمیده بودن بعد از بعد از زنده شدن عیسی مسیح اینجا میگه که در در اعمال رسولان فصل یک آیه 6 میگه پس هنگامی که همه دور هم جمع شده بودن از او پرسیدن خداوند آیا وقتی آن رسیده است که تو بار دیگر سلطنت را به اسرائیل بازگردانی مردم اسرائیل زیر سلطه روم بودند، زیر حکومت روم مثل که امروز در افغانستان مردم زیر سلطنت طالب ها هستند یا در ایران زیر سلطنت ملا ها هستند مردم رنج می دیدن. مردم امیدی نداشتن مردم ترس داشتن مردم غمگین بودند. و واقعا نمی که این مسیح هایی که خداوند وعده کرده بود این کجاست چرا آمده ما رو نجات نمیده؟ و حالا که اونا دوباره امیدوار شده بودن میگن که اوکی وقتی شما دیگه الله زنده شدین عیسی مسیح حالا دیگه شروع میکنین پادشاهی شما الان شروع میشه هنوز درک نکرده بودن که پادشاهی عیسی مسیح فرق میکنه با این دنیا پادشاهی عیسی مسیح از اون پادشاهی نیست که ما و شما یا امروزه مردم یهود در فکرش بودن به خاطر که عیسی مسیح دوازده نفر انتخاب کرده بود و اونا فکر میکردن اوکی اینا برای دوازده قبیله اسرائیل است و کاملا وقتی ما عیسی مسیح وقتی در حکومتش رو شروع بکنه دیگه ما حکومت خواهیم کرد و تمام دنیا رو از بین خواهیم برد و اون موقع دیگه ما میشیم صاحب قدرت اما عیسی مسیح چی میگه عیسی مسیح اینجا میگه که شما اول باید روح القدس رو دریافت بکنید مثل این هست که وقتی ما میخوایم به سفر بریم خیلی شما عزیزان بچه دارین فرزند دارین وقتی داخل ماشین یا هنوز حرکت نکردیم میگه که کی میرسیم وقتی که دوباره داخل ماشین هستیم یک کمی وقت تیر میشه مثلا دو دقیقه سه دقیقه میگه که رسیدیم چقدر مانده؟ کی میرسیم اونجا مثلا وقتی ما سفر میکنیم با بچه ها همیشه کی میرسیم آیا رسیدیم چند راه دیگه مونده چقدر راهی دیگه وجود داره و واقعا اینجا هم اونا همین کار رو میکردن میگفتن که عیسی مسیح کی کی شروع میکنید کی شروع میکنید میکنی؟ آی شروع شده آی شروع شده الان کی اما عیسی مسیح میگه صبر کن میگه این وظیفه شما نیست که بدانین کی شروع میشه پادشاهی من کی شروع میشه و کی من دوباره سلطنت رو به دست میگیرم در حقیقت عیسی مسیح سلطنت رو به دست داره در حقیقت پادشاهی خداوند در بین ما شروع شده این پادشاهی خداوند هست اگر پادشاهی خداوند نمی بود احساس میکنین افغان ها و, و ایرانی ها رو کسی میتونست یک جا جمع بکنه غیر ممکن هست غیر ممکن هست بدون محبت عیسی مسیح ما یک جای جمع شد و این کار خداوند هست این پادشاهی خداوند هست و وقتی نگاه بکنیم کلام خداوند و در اینجا ایسای مسیح میگه که لزومی نداره که شما امون در مثلا تقویم یا کلندر نگاه بکنین که کی کدوم روز میگه که شما در طول این سفر در طول این سفر اینقدر تجربیات را خواهیم دید که شما فراموش کنین که کی اون پادشاهی شروع شده و خاطر که شما خیلی چیزها را میبینین در اینجا کاملا فراموش میکنین و ما اینجا وقتی در این راستا قرار میگیریم ما بخش از این تاریخ میشیم ما بخشی از این زندگی میشیم بخشی از این سلطنت هستیم ما و شما و ما و شما شروع میکنیم همون وظیفه خود را در اون اونجا که ما عمل بکنیم وارد عمل میشیم ما خود ما وارد صحنه میشیم عیسی مسیح میگه که شما روح القدس را خواهید یافت و روح القدس به شما قدرت خواهد داد تا شاهدان من باشین این وظیفه ما و شما هست وظیفه ما شما این نیست که همه چی رو بدانیم وظیفه ما شما این هست که به اون چیزی که میدانیم ایمان داشته باشیم حرکت بکنیم و خداوند ما و شما رو برکت خواهد داد خداوند ما و شما رو کمک خواهد کرد تا بتانیم شاهدان ایسای مسیح باشیم و عزیزان یک،, یک, یک،, یک چیزی خیلی مهمه که در اینجا میبینیم در اعمال رسولان اینجا نوشته شده که شما یعنی بیشتر و بیشتر و بیشتر وقتی نگاه بکنیم اعمال رسولان را اینجا نگاه میکنیم که شاهدان ایسای مسیح به چی شهادت میدادن میگفتن که اگر اونا پیش یهودیان میرفتن میگفتن همون ایسایی را که شما مصلوب کردین همون ایسا دوباره زنده شده همون عیسایی را که شما از بین بردین همون ایسا شاه شاهان هست همون ایسا کسی هست که وقتی فصل چهار آیه دوازده رو بخوانیم میگه به جز نام ایسا هیچ نام داده نشده تا توسط او ما نجات پیدا بکنیم و به این شهادت میدیم ما و شما خصوصا کشورهای ما و شما امروز به چی نیاز دارن به اون ایسای مسیح به اون امید ایسای مسیح که ایسای مسیح عطا میکنه عزیزان میبینیم وضعیت کشورهای ما و شما را واقعا, واقعا درد آور هست رنج آور هست و دلت میشکنه وقتی راجع به افغانستان راجع به ایران فکر میکنه قلب درد میگیره درست در همین وضعیت بودن قوم اسرائیل که وقتی راجع به قوم اسرائیل موقع اونان فکر میکردن شاید قلبشون درد میگرفت زیر ظلم و ستم بودن و اما عیسی مسیح آمد امید بخشید نجات بخشید و گفت بیایید نزد من ای تمام گرانباران تا من به شما آرامش دهم تا من به شما نجات بدهم تا من به شما امید ببخشم و وقتی کلام خداوند را نگاه بکنیم در مکاشفه روزی خواهد آمد که عیسی مسیح همه اشک های ما و شما را پاک خواهد کرد و خواهد گفت فرزندانم من میدانم که شما چقدر رنج کشیدین فرزندانم من میدانم که شما چقدر درد کشیدین و با همین امید ما و شما زندگی میکنیم و عزیزان قسمی که شما میبینین امروز ما شام خداوند را اینجا داریم شام خداوند که عیسی مسیح برای ما و شما رفت روی صلیب بدنش رو و خونش رو برای ما و شما داد و همون رو ما و شما امروز تجلیل میکنیم و ما و شما خوشی میکنیم که خداوند ما در در روی صلیب نمرد بلکه او زنده شد و خدای ما زنده هست و ما همین خدای زنده رو با هم پرستش میکنیم و ستایش میکنیم آمین آمین <applause> عزیزان ما و شما شام خداوند را با هم میگیریم شام خداوند را با هم تجلیل میکنیم و اعلام میکنیم که عیسی مسیح خداوند ماست و ما به ایسای مسیح کسی که جانش را و خونش را در روی صلیب داد ما به اون عیسی متعلق هستیم و چون او زنده شد ما و شما نیست خواهیم زیست پس از برادر نور عزیز خواهش میکنم که لطفا بیاین و ما را برای شام خداوند کمک بکنین و همچنین از کلام خداوند بخونین تشکر خدا را شکر میکنم و به اجازه عزیزان تمام کلیسا و کشان عزیز این سپاسگزاری و تشکری را از کشیش قربان عزیز داشته باشم که این دعوت را پذیرفتن آمده و ما را برکت دادن با اینکه شاگردان و پیروان ایسای مسیح هستیم بله امروز شام خداوند است و طبق معمول هر یک اول ما که ما با میز خداوند با این سفره مقدس نزدیک میشیم با ایمان با امید با احترام و در جریان صحبت های قربان عزیز به یاد از آیه کلام کاشفه باب هفت آیه نو و ده و بعد افتادم که میگه که بعد از اون نگاه کردم که قوم بزرگ دور هم جمع شده بودن و نامی ایسای مسیح اعلان میکردن و هم با یک ایمان از, از, تمامی زبان و ملیت و نجات و رنگ و پوسه که بودن و امروز نتیجه شما میبینیم که همو اعلان اگر در کاشف است امروز وجود دارد بین ما و بخاطر امی خون است که ما با هم جمع شدیم اگر بخاطر امین سفره مقدس ایسای مسیح و بدن و خون مسیح نبود ما امروز از زبان ها و ملیت های مختلف این دور هم نبودیم بنابراین، از آماده میشیم بر این عشا اول بهتر است که دعا بکنیم خود ما را آماده بسازیم بر او زمان که در این میز مقدس نزدیک میشیم چون یک مراسم مذهبی نیست این هم به یاد آوردن کار خداوند در صلیب جلجتا برای من که وعده داد که این بدن ما و این خون من است و همین رقم که شما ایزان دعا بکنین پیش خودتان و خودتان آماده بسازین برای این میز مقدس یا زمان مقدس میز میتونه هر جای باشه به لحظه از مقدس مای ما آیت را از کلام خدا اینجا قرائت میکنم و را با هم تعمق بکنیم فکر بکنیم و با این آمادگی به این میز نزدیک شویم ایزان البته فقط ایزان که تعمید دارن و خداوندی سای مسیر را پیزرفتن ایزان که تعمید ندارن اگر میمان در جمع هستن و هنوز تعمید ندارن و خداوندی سای مسیر را نپیزرفتن باشین دعا بکنین حتما خداوند زمانش مساعد می سازه. اگر اینجا آمدین مطمئن باشین که خداوند خواسته و او زمان ها می رسه که در این میز با هم باشیم من این آیات را قرائت میکنم و شما ایزان خودت ما را آماده بسازیم صحبت های پولس رسول که بعد از گفت های عیسی مسیح است که درس برای من تو امروز عیسی خداوند در شبی که تسلیم دشمنان شد نان را گرفت و بعد از شکرگزاری آن را پاره کرد و گفت این است بدن من برای شما این را به یاد من به جا آورید همانطور پس از شام پیاله را نیز برداشت گفت این پیاله همان عهد و پیمان جدیدی است که با خون من بسته می شود هرگاه این را می به یاد من بنوشید زیرا تا وقت آمدن خداوند هرگاه این ران را بخورید و پیاله را بنوشید مرگ او را اعلان می کنید بنابراین اگر کسی به طور ناشایست نان را بخورد و پیاله را بنوشد به نسبت به بدن خود و خون خداوند مرتکب خطا خواهد شد بنابراین هر کس خود را بیازماید آن وقت از آن نان بخورد و از آن پیاله بنوشد زیرا کسی که معنی و مفهوم بدن مسیح را درک نکند و از آن بخورد و بنوشد با خوردن و نوشیدن آن خود را ملامت می سازد و همین سبب است که بسیاری از شما ضعیف مریض هستید و عده نیز خفته اند پس به این امیده که خود ما را بیازمیم لحظه دعا بکنیم و شاید درد رنج عقده کینه صحبت حرف که از خداوند نیست اگر در زندگی ماست فقط شاید برای یک دقیقه شاید برای دو دقیقه یک دقیقه و نیم دعا بکنیم و آماده میشیم و من از قربان عزیز خواهش میکنم که شما پیاله را وردار و منم نانه ما با هم دعا میکنیم آماده میشیم بعد فکر کنم انتظامات من از دو طرف ایزانه ادایت میکنن که این اشاره با هم ورداریم و این اتحاد ما را در بدن ایسای مسیح اعلان بکنیم. آمین.